بسم الله الرحمن الرحیم، محمد حسن اسماعیلی هستم، در خدمت شما هستیم با جلسه 11 آموزش زبان انگلیسی صنف 6 صفحه 49. در این جلسه و در این درس میخواییم شما رو با ضمایر مفعولی آشنا بکنیم. ابتدا به ترجمه جملات زیر میپردازیم و بعد ضمایر مفعولی رو توی هر کدوم از اینا براتون خط کشیدیم که در این قسمت مشخص هست. خب یکی اولی میپردازیم، میگه که he sees me at school every day، او هر روز مرا در مکتب میبیند. Our teacher teaches us a new lesson this morning، گفته استادمان به ما یک درس جدید امسوب داد. حبیب gives you another book to read، حبیب به شما یک کتاب جدید برای خواندن داد. نفیسه asks me about her homework every day، نفیسه هر روز در مورد کارخانگیش از من سوال میپرسد. Will you meet him there every morning، گفته که آیا ما ملاقات خواهیم کرد، آیا ما او را ملاقات خواهیم کرد امسوب. I will see her at the cinema tonight، من آن دختر را امشب در سینما دیدم. You often see her at school، شما اغلب آن دختر را در مکتب میبینید. I will give them your address to visit you، من به آنها آدرس شما را برای ملاقات با شما به آنها دادم. I will write the word on the board for you to read، من لغت ها را روی تخته نوشتم تا شما آنها را بخوانید. She puts the pen on the desk for you to take، گفته که من قلم را روی میز گذاشتم تا شما آن را بردارید. The pen is on the desk، گفته قلم روی میز است. I can give it to him، می توانید آن را به آن پسر بدهید. Don't drop your cup down، فنجان گفته don't drop، یعنی پیاله خود را در روی زمین نندازید. It will break، ممکن است که معده شود. I'm so sorry to hear the sad news about them، من بسیار متاسف شدم از برای اخبار بعدی که در مورد آنها بود. Don't tell them anything about the sad news، به آنها در مورد اخبار بد چیزی نگویید. میریم به صفحه 50. در صفحه 50 ریدینگ داریم. We are students in 6th grade this year، ما امسال دانش آموزان صنف ششم هستیم. We study many subjects in this class، در امسال مضامین زیادی در این صنف داریم. One of the subjects we study is English، یکی از سابجکت های مضامینی که ما میخوانیم انگلیسی است. We like it very much، خیلی اونو دوست داریم. It is an international language، انگلیسی زبان بین‌المللی است. It is an important language for us to study، یکی از مهمترین مضامینی است که یکی از مهمترین زبان هایی است که ما آن مطالعه میکنیم. We have a kind teacher who teaches us English، یک استاد مهربان داریم که ما انگلیسی را میآموزد. He teaches us how to listen and speak، او به ما میآموزد که چطور گوش بدهیم و صحبت کنیم. He also teaches us how to read and write English، او به ما همچنان میآموزد که چطور بخوانیم و در انگلیسی بنویسیم. We try to learn some new words and see and use them in sentence، ما کوشش میکنیم که لغات جدیدی را یاد بگیریم و آنها را در جملات استعمال کنیم. I like my English teacher، استاد انگلیسی ام را خوش دارم یا دوست دارم. He teaches me many new things in English، او به من چیزهای جدید را در انگلیسی میآموزد. I use his new word in sentence، من لغت جدیدش را در جملات استعمال میکنم. He tells me to help the other students in English، او به من برای کمک کردن به دیگران، او به من میگوید که به دیگران در انگلیسی کمک کنم. I help my sister at home، من به خواهرم در خانه کمک میکنم. I ask her to listen and repeat my sentence، من از او درخواست میکنم که گوش بدهد و جملات من را تکرار کند. در جملات پایین شما کاری که انجام میدین یک زمان مفعولی که اینجا هست می نویسین.
مثلا گفته که I need your book, give it to me please. من کتابم را کتاب شما را نیاز دارم. لطفا آن را به من بده. I will see him with your brother in the park today. گفته که من آن پسر را دیدم. من آن پسر را با برادر شما دیدم که در پارک امروز بود. I am with your family. گفته که من با خانواده شما هستم. He will see all of us near the river. گفته که همه ما گفته که او همه ما را نزدیک رودخانه دید. This is your book. این کتاب شماست. I will give it to you tomorrow. من آن را فردا به شما خواهم داد. رحیم و ناصر were here. رحیم و ناصر اینجا هستند. I told them about you. من به آنها در مورد شما گفتم. نفیسه و فریده laughed a lot. نفیسه و فریده زیاد چیکار میکنن؟ خنده میکنن. When I told them a funny story. زمانی که من با آنها چی گفتم؟ یک داستان خنده‌دار گفتم. لطیفه gave me her picture. لطیفه به من عکسش داد. I gave her a good gift. من هم به او یک چی دادم؟ تحفه خوب دادم. Vice wrote him a letter. Vice با آن پسر یک نامه نوشت. He asked me to send him some money. از من درخواست کرد که برای او مقدار پول برسانم. The boys were here last night. گفته که بچه ها دیشب اینجا بودن. All of them went to school in the morning. همه آنها امروز صبح به مکتب رفتن. Don't drop it. It will break. گفته که آن رو ننداز. ممکن است که معده شود. I gave you my pen yesterday. من قلمم را دیروز به تو دادم. Where did you put it? کجا آن را گذاشتی؟ حمیده buys a toy for his sister. حمیده برای خواهرش یک چی خریده؟ گودی خریده. She gave it to her to go to school. او آن را به خواهرش داد تا با خودش به مکتب ببرد. گفته the glass was dropped on the floor. گفته گلاس بر روی زمین افتاد. I washed it and put it on the desk. گفته من آن را شستم و آن را بر روی میز قرار دادم. Give him a bottle of ink. به او یک بوتل رنگ بده. He may need it. ممکن است که نیاز داشته باشد. She needs a bottle of ink. او یک بوتل رنگ نیاز دارد. Give her one please. لطفا به او یک دانه بده. در صفحه 51 ما میپردازیم به حالا جملات و کارخانه که یک قسمت که اینجا هست. من فقط کاری که انجام دادم این بوده که زمایل مفعولی اینا رو گرفت عوض کردم و شما هم به همین ترتیب شروع کنید به نوشتن. فقط یکی آخری یکم فرق میکنه. یکی اولی رو براتون ترجمه کنم. I will give him a book to read. گفته که من با آن پسر یک کتاب دادم تا بخوند. I'll tell him a story. من به او یک داستان گفتم یا خواهم گفت. گفته که I will give it a book to carry. در مورد it داریم صحبت میکنیم. میگیم که I will give it a book to carry. من چی؟ من به اون یک کتاب دادم. من به آن مثلا ممکن حیوان باشه. ایت من میگم من به اون حیوان یک کتاب دادم تا اون هم کنن. I will say it and order. من به او یک دستور دادم. من به اون حیوان چی دادم؟ یک دستور دادم. زمان مفعولی مثل می، مرا، مارا، شما، تورا، اورا، اورا، آن دختر را، آن پسر را، آنها را و آن حیوان را به این شکل چی میشه؟ تقسیم بندی میشه. حالا میپردازیم به داستان این قسمت و در پایان این درس میخوام داستان داشته باشیم. فقط نکته که هست یه که دیگه من ترجمه شو نمیخوانم براتون، فقط انگلیسی شو میخوانم. A merchant and his donkey. One beautiful spring morning, a merchant loaded his donkey with bags of salt to go to the market in order to sell it the salt. The merchant and his donkey were walking along together.
They had not walked far when they reached a river on the way. Unfortunately, the donkey slipped and fell into the river. As it scrambled up the bank of the river, it noticed that the bags of salt loaded on his back had become lighter. There was nothing the merchant could do except return home, where he loaded his donkey with more bags of salt. As they reached the slippery river bank again, the donkey fell into the river, this time deliberately. Thus, the salt was wasted again. By now, the merchant knew the donkey's trick. He wanted to teach the animal a lesson. As he returned home the second time with the monkey, the merchant loaded bags of sponges on its back. Did you set out on their trip to the market a third time? On reaching the river, the donkey very cleverly fell into the water again. But now, instead of the load becoming lighter, it became heavier. The merchant laughed at the donkey and said, "You foolish donkey, your trick has been discovered. You should know that you can't fool anyone too many times." تا جلسات بعدی، خدا نگهدار.